به شما شما صفا نصیح راو یعقوب میر شختر تعریف میکنند در خصوص یکی از افراد بسیار ثروتمند و سرمایه دور بزرگ و در این حال فردی که در کارهای نیک همواره پیشقدم بود به نام باروند روتشیلد ایشون یک مشاوری داشت مشاور اقتصادی که واقعا در امور مختلف کار و کسب و تجارت های بسیار گسترده که بارون روتشیلد داشت بهشون کمک میکرد و در اثر کاردانی و مهارت بسیار بالای این فرد بارون روتشیلد موفقیت های بسیار زیادی در تجارت شامل حالش شده بود و در حال اون موفقیت های بسیار بالایی که نصیب تجارت و کار و کسب و کارخانه های مختلفی که داشت رو مدیون مشورت های بسیار عالی و اون راهنمایی‌های های اون مشاور میدونست اون مشاور هم بعد از گذشت مدت زمانی به قول معروف وقتی که متوجه شد که واقعا اون کارشناسیش در خصوص تجارت چقدر داره به باروند روتشیلد کمک میکنه و موفقیت های بسیار فراوانی که نصیب ایشون شده به خاطر اون تبهر و مهارت ایشون در امور تجارت هست یواش یواش خودش رو بالا گرفت و بعد از مدتی به این نحو رفتار میکرد ماننده ای که ایشون صاحب تمام کارخانه ها و تجارت هاست و باران روتشیلد اونطوری که باید شاید در کار و کسب و تجارت نقشی نداره وقتی که این وحث پیش اومد برای یک مدتی بارون روتشیلد گفت که بهتره که من چشم پوشی کنم مشکلی نیست حالا اصل کار این هست که اون فرد کارش رو خیلی خوب انجام میده و موفقیت های زیادی رو برای من در ارمغان میاره حالا یه هم به قول معروف خودش رو بالا گرفته مشکلی نیست ولیکن بعد از اوزش مدت زمانی بارون روتشیل دید که نه اون مشاور مثل این که دیگه به قول معروف زیاد پاش پاشو از گیلیم خودش درازتر کرده و این بود که با یک برامه ریزی دقیقی انجام داد اون فرد رو از کارش برکنار کرد و گفت که من خیلی از کار شما راضی هستم ولی که من دیگه بیشتر از این نمیخوام که شما برای من کار کنید و انبا و اقسام حق و که بهش میرسید رو تا ریال آخر بهش داد و اون رو به این نو از کار مرخص کرد اون فرد اصلا مانند اینکه اتفاق نیفتاده به قول محروف هیچ تأثیری روش نگذاشت این ماجرا و پیش خودش گفت که اگر که باران روتشیلد من رو نمیخواد این عنوان نمیکنه که من بیکار میمونم نه من وضعیتم برای همه شناخته شده است و همه میدونن که من یکی از بالاترین مشاورهای روتشیلد بودم و موفقیت های فراوانی که ایشون به دست برده به خاطر مشورت های من بوده بنابراین اگر که ایشون من رو نمیخواد مطمئنا کارخان بزرگ دیگه هستن که منت منو هم دارن و این بود که به اصطلاح خداحافظی کرد و رفت ولی که برخلاف انتظارش و از پری شدن یک هفته دو هفته یک ماه دو ماه سه ماه با وجود که ایشون به قول معروف به این طرف و اون طرف هم پیغام های فرستاده بود که دنبال کار میگرده هیچ کسی از اون برای کار کردن نزدش دعوت به عمل نیابد وقتی که آرام آرام ایشون دیگه دید که نه وضعیت اقتصادیش به جای بد داره کشیده میشه و نمیتونه که خانوادش رو اداره بکنه این بود که هر به فکر چاره افتاد و همسرش که آدم خیلی آقری بود به این مشاور گفت که ببین تو باید بدونی که افرادی که میخوان بیان تو رو به کار بگیرند اونها آدم های احمق نیستند اونا میدونن که تو پلو باروند روتشیلد بودی و در این حال میدونن که باروند روتشیلد آدم خیلی خیلی خوبی است و خیلی عاقله و بی خودی تو رو اخراج نکرده پس بنابراین قبل از اینکه بخوان تو رو به کار بگیرن میان از باروند روتشیلد سوال میکنن که آقا چرا ایشون رو اخراج کردی و ایشون توضیح میده میگه آقا وضع به این صورت بوده و برون روتشیلد هم رو بدی این مطلب رو به اونا نمیگه چون که میدونه که تو اگر رفتی تو کارخانه دیگه هم کار کردی اونجا هم دوباره احساس میکنی که تو همه کار هستی از اونجا هم دوباره اخراج میکنن و ضربه مجدد میخوری پس بهترین کار این است که بری نزد برون روتشیلد و بگی آقا من اشتباه کردم من به قول معروف زیاده روی کردم و احساس کردم که اون کارهایی که انجام میدم به من این اجازه رو میده که بتونم خودم رو در یک مقام بسیار بالایی ببینم و مطمئنا انگامی که این حرف رو بزنی با روند روتشیلد دو دستی تو رو تحویل میگیره و تو دیگه احتیاجی هم نیست بری جای دیگه چون که اون از تجربه های تو کاملا مطلع است و دوباره تو سر کار برخواهی گشت اون فرد به مشورت زنش گوش داد و همین کار رو هم انجام داد و دوباره تونست که کار خودش رو به دست بیاره ولی دیگه به قول معروف حد و مرز خودش رو حفظ کرد و تونست تا آخر با حقوق خیلی بالایی با احترام و عزت نزد باروند روتشیلد کار کنه میفهمان که این واقعه در حقیقت یک درس بسیار مهم اخلاقی و رفتاری رو به ما یاد میده خیلی از مواقع هست که ما در زندگی میبینیم که یک سری ناکامی هایی وجود داره حالا هر کسی در خصوص اون موارد و برنامه های خودش یک فرد کاسب است میبینه که آقا کار و کسب اونطوری که باید شاید رونقی نداره یک نفر به تو را مشغول است و در حال میخواد که مبانی و موارد مختلف رو در تورات مقدس یاد بگیره تلمود تورا داره میبینه که اونطوری که باید شاید مثل اینکه که متوجه نمیشه و یک به قول معروف پسرفتی براش پیش اومده و پیشرفتی نداره در راه آموزش تورات مقدس یک نفر میخواد ازدواج بکنه حال شخص مناسب رو پیدا نمیکنه هر کسی بالاخره یک مشکلاتی در زندگی داره میفهمون که این به چه دلیله به این دلیل است که در وحره اول هر کسی به نحوی خودش رو خیلی خیلی بالا فرض کرده اون فردی که کاسب بوده و یک کاسبی خیلی خیلی موفقی داشته تو ذهنش این مطلب رو پرده که بله این در اثر اون مهارت من هست و کاردانی من که میدونم باید به چه نحوی کار و کسب رو راه بندازم و به اون رونق بدم و این موفقیت ها به خاطر اینه یا اون فردی که مثلا در راه تراتر پیشرفتی کرده قبلا و الان میبینه که نه در محل همونجور ثابت مونده و دیگه پیشرفتی براش وجود نداره به خاطر این است که ایشون احساس کرده که این پیشرفت ها و این موفقیت ها تمام به خاطر هوش و ذکاوت خودش بوده یا اون فردی که الان تو پیدا کردن یک فرد مناسبی برای ازدواج مونده و واقعا همه درها روش بسته شده به خاطر بوده که قبل از اون ایشون تصور میکرده که با اون موقعیتی که داره برای هر دختری که بره بهش میدن یا مثلا یک دختر بوده که در سطح خیلی بالای بوده و تصور میکرده که خیلی از افراد آرزوشونه که با اون ازدواج کنن و در حقیقت نظارت خداوند رو فراموش کردن تمام این مثال هایی که زدیم یا مثال های دیگری هم وجود داره ولی انگامی که هر فردی بیاد و یک حساب وسیع کنه تو کارهاش تو فکرهاش تو اندیشهاش و بیاد و بگه پروردگار بزرگ من اشتباه کردم اون کاسب بگه که اگر من در کسب بکنم قبلا موفق بودم و الان درجا زدم به خاطر اینکه متاسفانه به خودم مغرور شدم خدایا تمام اون لطفا از سوی تو است من تشوا میکنم اون فردی که در راه تو آقا اگر هست اگر ببینه که واقعا موارد اونطوری که باید و شاید براش قابل هضم نیستن و نمیتونه پیشرفتی داشته باشه برخلاف گذشته بگه خدایا من زیادی به عقل و هوش خودم بالیدم نه هر چیزی که از از اون دختر یا پسر که قسمتشون رو پیدا نمیکنن اگر که به خود بیان و بگن خدایا ما بلند پروازی بیش از داشتیم و خیال میکردیم که یک چیزی هستیم ولی که میدونیم که تمام اون امتیازات فقط و فقط به خاطر الطاف و مراحم تو هست یا موارد مشابه دیگه خود به خود همه ی مشکلات برطرف میشه و پروردگار با آغوش باز پذیرای افرادی است که به اشتباه خودشون پی میبرن و تصمیم میگیرن که از اون اشتباه توبه کنن و دیگه سراغ اون موارد اشتباه یا چیزهایی که اونها رو از دور میکنه نرن ما رسیدیم به مشنای پونزده به حضرت اشم از فصل اول از پیرقه گفتار شمای که ایشون در اولین گفتار میفهمد که از سه تورات خاقه یعنی تورات رو اصل قرار بده اینجا اگر ما دقت کنیم میبینیم که یک تناقض وجود داره بین صحبت شمای در خصوص تورات ناقدوشا و صحبت ریبیشیمون در خصوص تفیلا که ریبیشیمان میفهمد که التاسه تفیلات خاقه و یعنی تفیلات رو به شکلی که به قول معروف فقط و فقط به عنوان انجام وظیفه است برای خود در نظر نگیر بلکه سعی کن تفیلایی که میخونی واقعا برات یک موقعیت خیلی خوبی باشه که با هشم در تماس هستی و با اشتیاق و شوق تفیلا بخون میفهمان که اینجا تفاوتی که وجود داره اینه که یکی دیگر از توضیحاتی که میشه رو اون مسئله که که تفیلات ها قیوه که تفیلات رو به نحوی در نظر نگیر که هر چیزی که تو در تفیلا از اشم میخوای اشم بت بده یعنی قیوه به صورت ثابت همین که دهنتو باز میکنی و میگی من فلان چیز میخوام اشم بت بده نه باید تفیلا بخونی ولی بدونه که اون چیزی که اشم بت میده به خیر و سلات هست اون چیزی که نمیده باز هم به خیر و سلات هست و اون طوری که باید و شاید نباید که رو تفیلا به قول معروف یک تمرکز خاصی داشته باشه که بخوای به تمام اون چیزهایی که تقاضا میکنی برسی ولی که برعکس ما میبینیم که شمای میفهماد از تو قوه یعنی اون چیزی که تو در تفیلا خوندن شاید نتونی به دست بیاری حالا اون عقودش بارخو میدونه شاید زخوتش رو نداشته باشی یا داشته باشی یا انواع و اقسام چیزهای دیگه وقتی که تو توراتن و عقودش رو بهش مشغول میشی و واقعا از همه بابت برای تو را هزینه میکنی هم از نظر وقت هم از نظر اینکه اون به اصطلاح خرج و مخارجی که برای آموزش تو را باید بدی میدی و وجود خودت رو برای آموزش تو را تو, تو میگذاری مطمئن باش که این میتونه وسیله ای باشه که تو به هر چیزی که میخوای برسی و اهمیت آموزش تو را تو رو اینجا شمای به ما میگه که میتونه از اهمیت تفیلا بالاتر باشه و انسان رو به اهداف و خواسته ها و آرزوهای خودش برسونه روز از بسیار خوب و خوشی رو برای گی از آن آرزومندیم شالوم